دستبندی چیا هستن، بعد درخت تصمیم و انواعش و معیارهای مختلفش و مشکلاتش رو با هم دیگه بررسی کردیم. سرفصل سوممون در واقع دستبندی بیزیان هستش، یا دستبندی که به صورت بیز هستش. حالا این یک روش به شکلی شکلی دستبندی هستش. حالا فرد چی بیان گرفتیم؟ درخت تصمیم زیاد پیچیده هم نبود. شکلیه. توی این فصل در واقع ما یه روش دیگه داریم، رول بیس. بعد شروع می‌کنیم یه چیزای دیگه توضیح می‌دیم، یه سری روش‌ها هم توی فصل نهم می‌خونیمشون. فعلا این سه تا سرفصل رو ما توی فصل 8 داریم. می‌گیم این معیاری که این دفعه انتخاب می‌کنیم، مدلی که می‌سازیمش، یه مدل آماریه. پس استاتستیکال کلاسیفایر، یه کلاسیفایری هست که به صورت آماری داره کار میکنه. منطقش هم بر اساس چیه؟ احتمالاته. میخواد بیان کنه من خواستم چکار کنم توی دستبندی یا کلاسیفیکیشن. آخر کار میخوام اگه یه تاپل جدید اومد بگم کلاسش چیه، درسته؟ خواستیم این نتیجه بگیریم. میگیم توی این روش میخواییم احتمال تعلق یه تاپل به یه کلاس خاص رو تشخیص بدیم، درسته؟ و اگر این احتمال زیاد باشه بگیم که کلن این تاپل کلاسش میشه مثلا یس. پس این دفعه میخواییم یه کار آماری و احتمالاتی انجام بدیم تو بیزیان که بگیم که این کلاس، یعنی در واقع این تاپل چقدر احتمال داره کلاسش مثلا یس باشه. خب اساس و فاندیشنش یا اساس این فرمول یا اساس این مدل بر اساس قضیه بیز بنا نهاده شده. حالا با هم دیگه قضیه بیز رو مرورش میکنیم. فقط قبل از اینکه روش رو شروع بکنیم در مورد کارایی روش صحبت میکنیم. چیزی که الان داریم میخونیم اینه که بیزیان عمل کرده خیلی خوبی داره، در این حالی که خیلی ساده است، جوابایی که میده جوابای خیلی خوبیه، قابل مقایسه با درخت تصمیم و شبکه‌های عصبی. حالا بعد توی فصل بعد اگه فرصت شد در مورد شبکه عصبی هم صحبت میکنم. با هم میگیم قبل از اینکه شروع بکنیم عملکرد خوبی داره این روش. از جهتی مزیت دیگرش اینه که سرعت این روش نسبت به بعضی روش ها سریعه. حالا چون همه روش ها رو ندیدن خیلی سریع میشه حسابش کرد، چون یه فرمول ریاضیه، روش به دست آوردنش هم خیلی سخت نیست و همین سرعتش توی مجموعه داده های بزرگ خوبه، جواب خوبی هم میده. فعلا ما توی این فصل هشتم ساده ترین نوع این دسته رو بررسی میکنیم. اینا دسته هاش چند تا گروه میشن، مثل درخت تصمیم چجوری چند تا درخت داشتیم. توی دسته بندی به صورت بیزیان هم ما چند نوع داریم. فعلا توی فصل هشتم ما ساده ترین نوعش رو که نیم بیزیان کلاسیفایر هست بررسی میکنیم. نیم یعنی چی؟ خود واژه نیو یعنی ساده، بی آلایش، شسته رفته. پس ما میخواییم یک کلاس فایری ایجاد بکنیم، یعنی دسته بندی ایجاد کنیم که بر اساس بیزیان باشه. فعلا ساده ترین نوعش رو داریم بررسی میکنیم. چرا میگیم ساده است؟ چون میخواد تا حد امکان محاسبات و فرمولاشو کم بکنه. چجوری کم میکنه؟ میاد توی این کلاسیفایر در نظر میگیره که اگر من میخوام احتمال تعلق یک تاپل به یک کلاس را حساب بکنم میخوام این کار رو کنم دیگه. یه فرق میکنم، یه ویژگی مقادیرش تأثیری از ویژگی‌های دیگه نمیگیره. یعنی من اگر یه ویژگی رو گفتم مثلا این کامش هایه و این انقدر تأثیر میذاره که بای کامپیوترم یست بشه،
ریجنگی ها چی باشن. یعنی کار به بقیه ریجنگی ها نداره، فقط احتمال این که این های باشه چقدر تأثیر میذاره روی یس شدن رو فعلا در نظر میگیره. اما خب میدونید بقیه عوامل هم تاثیرگذار هست، یعنی درسته شاید یکی های باشه اما ویژگی هایی باشه بعدش بکنه در نتیجه این بای کامپیوترش نو بشه. اما این فعلا فرض میکنه که ویژگی ها از همدیگه مستقل نه، یعنی هیچ ارتباطی بینشون وجود نیست. وقتی میگیم درآمدش زیاده این صرف این نیست که ممکنه روی مثلا عوامل دیگه اون شخص تاثیرگذار بشه، که مثلا بگیم اگه درآمدش کم بود حتما استودنت هست، بگیم هیچ رابطه ای بین این ویژگی ها وجود نداره. اگه یس بود یس کار به استودنت دیگه نداشته باشه. ویژگی ها رو فعلا توی نیوبه در نظر میگیریم که چی هم مستقل از همه، برای همین میگه کلاس هایی که پیدا میکنیم شرطی مستقل از همه، اصلا ویژگی ها با همه یه ارتباطی ندارن. توی فصل نهم یه روش هایی دیگه یاد میگیریم که استقلال رو کنار میذاره، ببینه اگر تأثیر رو هم میذارن ویژگی ها اونم در نظر میگیره. خب برای همین این فرض رو که در نظر میگیره محاسبات هم خیلی کم میشه. ببینیم چیه؟ میگیم بر اساس احتمالات بنیان شده. میخوایم ببینیم تئوری بیزیان چیه یا تئوری بیز چی هستش. میگه فرض بکنید ایکس رو من بذارم یک مشاهده از اون وضعیت، ایکس بشه چی؟ اویدنسم یا مشاهده‌ای که به دست آوردم. مشاهده یعنی که آقا این شخص رو دیدم اینکامش هایه، نمیدونم استودنتش یس، یه مشاهده است. درسته؟ خب حالا اون شخصی که من دیدم شد یه تاپل، یه مشاهده. اون یه شخصی که من دارم بررسیش میکنم که بعد تشخیص بدم با کامپیوترش یه سیا نمیشه میشه یه مشاهده یه من. این شخص مطمئنه با یه سری ویژگی توصیف میشه، یا هر چیز، هر مشاهده با یه سری ویژگی توصیف خواهد شد. ما یه فرضی میگیریم، یه فرضیه میگیریم، فرضیه میگیریم به نام H. H هم فرضیه‌ای هست که میخواد ثابت بکنه احتمال تعلق X، یعنی مشاهده ای که کردم، به چی؟ به یک کلاس خاص مثل C. پس ما هم همین کار خاصی میکنیم، خواستیم پیدا بکنیم که احتمال این که این تاپل به یک کلاس مثل C یک یا دو تعلق داره چقدره. میگه اینا ما یه فرضیه در نظر میگیم، هدفمون اینه که ببینیم این فرضیه درست هست، چقدر درسته یا چقدر غلط. پس فرضیه‌مون H، X هم اون تاپلیه که داریم بررسیش میکنیم. میخوایم چی رو به دست بیاریم؟ در واقع احتمال شرطی که X، ببین وقتی میگفتیم H به شرط X یعنی چی؟ یعنی X هم رو دیدم، خب چقدر احتمال داره H اتفاق میفته؟ A به شرط B یعنی که B true اتفاق افتاده، چقدر اگر B true بوده احتمال داره A اتفاق بیفته. ما هم همین رو داریم تو این دو خط بالا داشتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم X مشاهدمه، یعنی من تاپله رو دیدم، چقدر احتمال داره فرضیه اینه، چقدر احتمال داره این بای کامپیوترش yes بشه. پس H yes بودن بای کامپیوتر رو میخوام ثابت کنم یا به دست بیارم که چقدر اگر X رو دیدم. پس پی اچ به شرط ایکس رو میخوام پیدا بکنم. پس من میخوام احتمال تعلق تاپل ایکس به یک کلاس خاص مثل سی رو اگر ویژگی های ایکس رو بدونم ببینم چقدر هستش. هم همین رو فقط بسنجمش با تئوری بیزیان. فرمول بیز اینجوریه، فرمول شرطیه که داشتیم دیگه تو ریاض تو احتمالات، آمار احتمالات داشتیم. بگیم پی اچ به شرط ایکس میشه چی؟ پی ایکس به شرط اچ، پی اچ به روی پی ایکس. اینا فرمول ریاضش رو قبلا داشتیم. خب خیلی چیز جدیدی نداره. میخوام یک به یک این ترما رو توضیح
توصیفش کنیم، چی هستن و اصطلاحشون چیه، بعد ببینیم که چجوری بیزیان میخواد پیدا بکنه احتمال تعلق به این کلاس. میگیم پی اچ به احتمال ایکس رو میگیم احتمال پسیو. یعنی چی؟ یعنی این که من هنوز حسابش نکردم، وقتی اون طرف راست حساب شد من تازه این طرف چپ رو میتونم به دست بیارم. پس احتمالیه که پس از اجرا شدن محاسبات من میتونم به دستش بیارم، هنوز من نمیدونم. پس پی اچ به شرط ایکس رو من نمیدونم. چرا؟ چون که پی اچ به شرط ایکس چی رو میخواست بگه؟ احتمال تعلق ایکس به یه کلاس سی. هنوز من نمیدونم چون فرمول حساب نکردم. پس این هم میگیم احتمال پسین یا پوستریور پروبابیلیتی. احتمال پسین شد سمت چپ، هنوز حسابش نکرد. سمت راست ما چیا داریم؟ یه پی ایکس داریم، یه پی اچ داریم. اینا رو از قبل میدونیم. پی ایکس هم حالا بذار اول چی ببینیم. پی اچ هم میشه چی؟ احتمال. ببین فرضیه‌ام مثلا میخواد ثابت کنه که کلاس هم چیه؟ یس. پس پی یس رو دارم حساب میکنم. حساب کردنش کاری داره؟ باید ما ببینیم که فرمان یس توی کل مجموعه دادن چقدر. پس پی فرضیه که میخوام ثابت بکنم چیز پیچیده‌ای نیست. پی ایکس رو جلوتر حساب میکنیم چجوریه؟ این هم قبل از این که شروع بکنیم احتمالات حساب کنیم میدونیم پی ایکس چقدر هست. یعنی احتمالی که مثلا فرض بکنیم این شخصی که دارم رو بسیدش من تا بلی که اومد این کامش دو باشه، آره سنش چقدر باشه، کردیتش چقدر باشه، اینو بهم دادن دیگه. خب من میتونم احتمال این رو حساب کنم. حالا میخوام بگیم چون این چهار تا ویژگی مثلا داره، باید بگیم این ایکسش چجوری حساب میشه. یعنی وقتی چهار تا ویژگی داشته باشه احتمال چهار تا رو ما چجوری حساب کنیم. اما اینه که من میدونم دیگه وقتی مجموعه داده رو دادم میدونم مثلا احتمال مثلا این کامه های چقدر تو مجموعه دادم. اینو میدونم، فقط باید ببینم برای چهار تا چجوری حساب میشه. پس ایکس هم میدونم. اینها رو میگیم احتمالات پیشین، یعنی قبل از شروع حساب کردن بیزیان من میدونم که چیا رو میخوام حسابش بکنم. این فکر کنم یه سفرانی دارم و این سیستم تقریبا منسوخ شده است. یه سیستم صوتی همچه صدایی رو به دیگه همچه چیزی رو من نشنیدم جایی همچه نویزی رو اینجا داشته. پی ایکس به شرط اش بونده توی فرموله هم میخوایم ببینیم این چیه. برعکس حالت پی اش به شرط ایکس این دفعه میگه چیه؟ فرض بکن اچ اتفاق افتاده، یعنی یس رو داری، چقدر احتمال داره همچین شخصایی یس شده باشه؟ درسته؟ شخصی مثل ایس چقدر احتمال داره یس شده باشه؟ پس احتمال این که من ایکس رو ببینم با همچین ویژگی هایی به شرط این که فرض کنم این فرضیه هم چیه؟ درست. یعنی یه کامپیوتر بذارم یس، میخوام یس رو ثابت کنم، پس فرض میکنم یه درسته. بعد ببینم همچین شخصی که این کامش هایی بود چند تا مثل این هایی بودند و یه شده بودند. حالا میبینید چجوری؟ پس اینم میدونم از قبل چون سمت راست مساویه، اینم میدونم چون مجموعه دادم وجود داره. فهم از سمت چپ رو نمیدم. اینا بهش میگن لایکلی بود. مثلا میخوام چی رو پیدا بکنیم؟ اگر فرضیمون فرض بکنیم که بای کامپیوتر بشه چی؟ yes، یعنی x کامپیوتر رو خواهد خرید، احتمال این که x درآمدش متوسط باشه چقدر رو من میتونم پیدا کنم. تو مجموعه دادم میتونم اینا چند تا درآمد متوسط بودن شدن yes. حالا فرمولش رو با هم دیگه چند تا مثال کار میکنیم. چیز پیچیده ای توش میبینید؟ خیلی پیچیده نیست. بذارید یه بار یه مثالی بزنیم از اینکه چجوری کار میکنه، بعد در مورد اینکه چجوری حساب میشه توی مجموعه داده های خودمون صحبت کنیم. فعلا فرض کنیم توی پزشکی هستیم، میخوایم ببینیم احتمال ارتباط این علائم به هم دیگه چیه. من میخوام چیه حساب کنم؟
h به شرط x فعلا اینجا ندارمش. این سه تا رو ما با هم دیگه داریمشون توی احتمال پیشینمون. این سه تا اینا، اولیش میگه دکتر میدونه که اگر یک کسی انرژی داشته باشه خب یه 50% از اون حالت ها چه اتفاقی داره میفته؟ خشکی گردن اتفاق میفته. فرضیه هم در مورد چیه؟ فرضیه یه که آخر یه بیمار اومده، ببین یه بیمار اومده خشکی گردن داره، حالا اینا من هم سردن اینا یه بیمار اومده خشکی گردن داره، میخوام ببینیم چقدر احتمال داره که این علائم منژیت باشه. خب یه علائم اومد، یه علامت داشته، یه ویژگی داشته این بیمار، خب مثلا مثل همون استودنت شیس بوده، خب این خشکی گردن داره، چقدر احتمال داره این منژیت رو داشته باشه؟ میخوام ثابت کنم. میشه چی؟ فرمول حساب بکنید، برعکسش رو اول باید دست بیارید، پی ایکس به شرط ایکس، یعنی فرض به شرط ایکس، یعنی فرض میکنیم انرژیت هست، چقدر توی این چیزایی که من تا حالا دیدم، بیمارایی که دیدم، اینا که انرژی داشتن چقدرشون خشکی گردن داشتن، میبینم 50%. اینو بهش میگم لایف لود، چقدر احتمالش وجود داره. دیگه چی؟ احتمال اینکه یه بیمار منژیت داشته باشه میشه پی اچ، فرضیمون خواست منژیت داشتن رو ثابت بکنه. میگه دوره بررسی کردیم، از 50,000 نفر یه نفرشون منژیت دارن، در نتیجه احتمال منژیت داشتن هم پیدا شد، احتمال خشکی گردن هم اینجوری پیدا شد، مثلا از هر 20 نفر یه میشه. خب پس ما اینا رو ضربش میکنیم و پیدا میکنیم که اگر یکی اومد و چی داشت؟ جدید اومد، اومد و خشکی گردن داشت، چقدر احتمال میتونیم تشخیص بدیم بیماریش چیه؟ منژیت هستش. این با یه لفظ فارسی گونه. پس فقط کافیه بذاریمش تو فرمول، به دست بیاریم که احتمالش 2 در 10,000 یکی بیاد مثلا خشکی گردن داشته باشه، ما هرکوش احتمال کمیه، پس میتونیم یکی بهش ارتباط خاص بدیم. شما نمیدونم اینا بر اساس چیزایی که به دست میوردیم، اویدنس ما میشد x، پس تو مخرج بود پی x، توی صورت ما چیه داشتیم؟ پی ایکس به شرط اچ میشه لایکلی بود، پریورش میشه احتمال پیشی پی اچ، اینجا هم پایین آخرش به دست بیاریم که احتمال آخرمون چیه. خب حالا چند تا باشه؟
یه ضرب ساده پیدا میکنن، در واقع از همدیگه جدان، درسته؟ پی آ یک به سی جی، پی آ دو به سی جی، یعنی میخوام
چیه پی آی به سی جی رو حساب کنم، این چیه داره بیان میکنه پی آی بی جی پی رو داره حساب میکنه، احتمالشون که یس بشن مثلا چقدره. پس ما میریم چی؟ میخواستیم توی اصل کارمون بگیم این شخص با این کام های و چیزای دیگه چقدر یس میشه، درسته؟ میگه الان داری چیه حساب میکنی؟ میگه فرض بکن یس شده، پس چون سمت راسته یعنی سی جی اتفاق افتاده، فرضی هم فرو شده، پس فرض میکنیم یس هم، میبینیم چند تا از اون یس ها چی هم؟ این کامشون های. دوره بریم ویژگی دومش، ویژگی دومش گفته مثلا استودنتش یسه، دوره برو ببین تو اونایی که کلاسشون یسه چقدر احتمال داره استودنت هم یس باشه، همینجور میارا ضربه هم باشه. پس خیلی پیچیده نیست، فقط باید بیاییم پی سی رو ضربه چی بکنیم؟ پی آی سی جی ها، درسته؟ ویژگی های مختلف بشه. خب مثال میزنیم توی دسته بندی بیزیان ساده، میخوایم با این مثال حلش بکنیم، میخوایم این مجموعه داده یکی تا حالا همیشه بررسیش کردیم 14 تا کلاس هایی که داریم چی هم؟ بای کامپیوتر یس باشه یا نه، همیشه ما بر اساس کلاس داریم دسته بندی میکنیم، دوره دو تا فصل همش بحثمون همینه ها، قاطی نکنیم. پس یه سی یک داریم یه سی دو، که سی یک یسه سی دو نو، میخوایم چی رو پیدا بکنیم؟ دستبندی میگفت چی؟ یه شخص جدید اومد، تخمین بزن که یس میخره یا نمیخره، درسته؟ میخواستیم تو دستبندی این کار رو کنیم. الان من تا الان هیچ حساب نکردم، مثل درخت تصمیم نیست که بعدش تصمیم بگیرم، هم وقت که اومد تازه من تصمیم میگیرم که یس میشه یا نو بشه. کسی که اومده ببین چیه؟ ایجش کمتر از 30 ساله، اینکامش مدیومه، استودنتش یسه و کردیتش فیره، کلاسش رو نمیدونیم، ما باید تشخیص بدیم بای کامپیوترش میشه یس یا نو. یه بار درخت تصمیم رو کنیم، حالا بیزیان ببینیم چجوریه. خیلی ساده است دیگه، ببین بیزیان چکار میکنه. مگه نمیگفتی من یه ذره چکش کردم جوابش نمیدم؟ ما میخواستیم یه پی سی حساب کنیم، یعنی پی کلاس همون حساب کنیم، یه بار ویژگی ها به ازای اون کلاس رو ضرب کنیم با هم دیگه. اول اون بالا ساده است، پی یس شدن یا نو شدن چقدره؟ ایناست، یه بار نه تاش یس، پنج تاش نو، مثل قبل که حالا همه این حساب همون همینجوری احتمالاش رو حساب میکنیم. پی قسمت دوم داریم چی حساب میکنیم؟ اون شخصه، شخصه رو ویژگیاشو نگاه کنید چی بود؟ ایجش مثلا زیر 30 سال بود، درسته؟ میریم چیه حساب میکنیم؟ میگیم فرض کن ایکس ویژگی اول آیک به ازای سی جی، آیکمون زیر سی ساله، سی یکمون چیه؟ یس بودن. حساب کن، یعنی چیه حساب کن؟ چند تاشون یسن؟ 9 تا. از اون 9 تا ببین چند تاشون زیر 30 سال هم؟ دو تا، درسته؟ پس میشه چی؟ نسبتش 2/10. دوره همین رو برای 9 هم انجام بده. پس از اون 5 تا نگاه کن چند تاشون زیر 30 سال هست، درسته؟ میشه 3. برای بقیه ویژگی های این شخصی که جدید اومد همین کار رو تکرار میکنیم. دومی ویژگیش چیه؟ این کامش بشه مدیوم. پس برو به ازای این کام مدیوم به کلاس های یه سون رو پیدا کن، یعنی از اون 9 و 5 رو نگاه کن چند تاشون این کامشون مدیوم هست. خب اینا رو همیشه که به دست آوردیم چیکار میکنیم آخر کار؟ برای 4 تا ویژگی این که واضحه، حالا زیر شکل بعد یه جوری براتون چیز میکنم که پیدا باشه عدداش، این 4 تا ویژگی شخصن به ازای کلاس های یس و نو. پس یک بار برای یس باید ضرب رو حساب کنیم، یه بار برای نو، ببینیم که کدوم بیشتره. این شخصی بود که اومده بود. خب ما میگیم
فرض بکن الان چی رو میخواییم به دست بیاریم؟ ضربشون بود. پس بیا همه اون عددهایی که برای یس بود رو ضرب هم بکن، میشه ام. برای نو هم این کار رو انجام بده. حالا کدوم رو انتخاب بکنیم؟ هنوز ضرب در احتمال یس شدن یا نشدن نکرد. در نتیجه چکار میکنیم؟ باید اون احتمال رو در به این که چقدر ممکنه یس باشه یا چقدر نو باشه هم بکنیم، یعنی اون چیزای دو تا سطری که اول کار به دست آوردیم. خب الان میتونیم تصمیم بگیریم هر کدوم ماکسیمومه میشه چی؟ تعلقمون به کلاس یس. پس اگر همچین شخصی اومد ما میگیم چیه؟ یس. واضحه چجوری به دست میاریم؟ مشکلی حالا اشاره کردم یه سری مشکلات رو، یه مشکل دیگه‌ای که خیلی پیش میاد اینه که توی این محاسبه کردن احتمال ممکنه یه جایی احتمال من صفر بشه و من چون فرض کردم اینها از هم دیگه مستقلن ضرب گردن داریم، پس اگه یکیشون صفر شد کلش میشه صفر و من دیگه هیچ وقت اون تاپر رو به عنوان اون کلاس در نظر نمیگیرم چون صفر شده احتمالش. مطمئنم بقیه مثبت هم و کلاس میشه اون چیزایی که مثلا متفاوت هستن، یعنی مثلا اگر برای نو شدن یه جا صفر شد مطمئنم دیگه این تاپر یس میشه، یعنی تشخیص و بیزیان اینه که دیگه یس میشه چون یکیشو صفر شد اون یکی هم حتما مثبته پس اون میشه. بعد میگیم که خب تو اشتباه کردی دیگه، حالا وسط یه میلیون کی صفر میشه؟ اول از همه دیگه کی صفر میشه؟ توی حساب ببین توی کجا صفر شده؟ توی این ضرب شدنه. خب این ضرب شدنه رو من کجا به دست آوردم؟ توی این حساب کردنه. کی صفر شده؟ وقتی که نباشه تو داده ها، یعنی که مثلا یه شخصی اومده اینجا فرض بکن با زیر 30 سال، بعد من مجموع دادم و گشتم توی این همه هزار تا رکورد دیدم زیر 30 سال نیست، گفتم صفر از مثلا هزار دادم توی صفر شده در به همه شده صفر و دیگه بقیه ویژگی هاش هم اصلا در نظر نگرفتم. پس این مشکلیه که صفر شدن توش به وجود میاد. چیکارش کنیم؟ یعنی اینو در نظرم مرچکار میکنی، یعنی باید اون حالت کلاس نوت هم بذاری چی اون ویژگی رو در نظر نگیرم، یعنی مثلا اگر گفتی ایج رو در نظر میگرفتم من بگیم این کار رو بکنیم یه کار بهتر میشه کرد. میگیم که
ما چیزی که تا حالا فرض کردیم تو داده کاوی چیه؟ اینه که مجموعه داده هایی که داریم کار میکنیم چی هن؟ خیلی بزرگ. درسته؟ در نتیجه من اگر یه تاپلی اضافه کنم بگم آقا این یه شخصم هست که زیر 30 سال هست، تصنعی این نوشتیم، تصنعی ایجاد کنیم یه همچه تاپلی که این صفر نشه، اما چون یک در مثلا 10,000 نزدیک صفره دیگه، درسته؟ احتمالش را خراب میکنه، اما اجازه میدیم که بقیه ویژگی هاش چک بشن. شاید اونها ویژگی هایی باشن که اگر ضرب در این عدد کوچیک بشن بتونن احتمال تعلق رو ببرنش بالا. یعنی دوتا احتمال بعدی ممکنه خیلی زیاد باشن و چی بشه؟ بتونن بر این غلبه کنن. شاید 100 تا ویژگی باشه، حالا یکیش صفر شد، ممکنه 99 تا ویژگی بعدی عدداشون خیلی بالا باشه. در نتیجه اینا اگه همشون ضرب هم شدن احتمال این کلاس رو میبره بالا. در نتیجه من اینجوری میتونم اصلاحش کنم. و اگه مجموعه دادم و خیلی بزرگ بگیرم یه دونه هم دیگه هیچ وقت روش تأثیری نمیذاره دیگه. حالا یه دونه هم فقط داریم میخوایم صفرش نکنه، خرابش نکنه، میخوایم خیلی کم باشه، اپسیلونی میشه الان 1 در 10,000 خیلی کوچیک میشه، اما سعی میکنیم که چی بشه؟ باعث بشه که درست بشه فرمولامون، حداقل ویژگی دیگه نادیده گرفته نشم، حساب بشن و اگه دیدیم واقعا کم شد بگیم که دیگه نیست، ما تعلق این کلاس نیستیم. اسم این روش رو میذاریم تصحیح لاپلاس یا لاپلاسیان کارکشن. تصحیح لاپلاس اینا همش دالن نمیدونین اسمش چیه، همش از یه شخص گرفته، یه شخص به نام لاپلاس همچین کاری کرده، بعد با همشون دیگه اسمش رو لاپلاس ما رو میگیم لاپلاس اینجا شده اسم یه شخص. خب روشش چی شد؟ برای اونهایی که صفرن ما چی بگیریم؟ یکی اضافه کنیم. خب حالا یه مشکل پیش میاد اینه که شاید مجموعه داده من خیلی بزرگ نباشه. میگه که تو اومدی داشتی اینا حساب میکردی، پی یه ویژگی به ازای کلاس سی رو داشتی حساب میکردی، میگفتی برو بشمار چند تا از آی وجود داره به کل تاپلا. داشتی اینا حساب میکردی بعد شده صفر، میمدی چکارش میکردی؟ یکی اضافه میکردی. میگه خب توی تصحیح لاپلاس بیا یه کار دیگه بکن، تو اومدی زیر 30 سال رو یه تاپل بهش اضافه کردی، خب یه جوری برای اینکه عدالت رو رعایت بکنی دو تا تاپل دیگه هم اضافه کن برای بین 30 تا 40 و باز بولن بزرگتر از 40، که به همه یکی اضافه کردی، یعنی به همه کلاس ها اومدی چیکار کردی؟ یکی یه دونه اضافه کردی، در نتیجه عدالت رو رعایت کردی. یعنی اگر هم از صفر جلوگیری کردی هم یه کار نکردی که یه دفعه به یکی یه تاپل اضافه بکنی به بقیه نه، چون مثلا شاید توی عددهای مثلا کم تاپل های کم اون وقت این خراب بشه. در همین میگه اگر یه تاپل دادی برای بقیه هم درست کن. خب برای بقیه ویژگی هاش مشکل نداره، یعنی اونها رو اینجوری به حساب نمیتونه، فقط برای ویژگی این کام این کار رو میتونه. خب اونجا رو بردر یه چی دیگه هست میگم دیگه حالت قبل از لاپلاسیان دیگه در نظر بگیر. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن این مثال بزنم تو بهت بگم چی کار کنم. من فرض کردم توی 1000 تا رکوردی که دارم درآمد اشخاص اینجوریه، وقتی لوه هیچ کس نیست درآمدش پایین باشه، متوسط اینقدر بالا نمید، چون احتمال دارم در نظر میگم یکیش صفر میشه و همین باید تصحیحش بکنم. میگیم تصحیح لاپلاسیان اینجوری انجام بده، صفر انجام بده یکی رو اضافه کن، این میشه 1 در 1000، اون میشه متوسط اینه بازه. حالا میگه بقیه ویژگی ها رو چکار کنید؟ یعنی من یه تاپل گرفتم جلوش نوشتم این کامه لو، درسته؟ بقیه شو چکار کنید؟ اصلا لازم نیست حساب کنید، فقط دارید وقتی شرط رو به ازای این ویژگی حساب میکنی 1003 تا بگیری، اما بقیه یه ویژگی ها رو همون 1000 تا، چون صفر توش نبود. خب شما هم هیچ چیز خرابش نکردید، چون برای
هاش رو دیگه لازم نیست روی 1003 حساب کنید که چی بذارم و چی نذارم، دیگه خرابش نکنید. اون ستا رو فقط بذارید برای اون ویژگی که توش صفر به دست رو بود. نه توی آخرش هم در نظر نگیر، یعنی پی سی تو عوض نکن، چون من سی رو براش چیزی نذاشتم، یعنی پی احتمال این که ترو باشه یا یس یا نو باشه رو از همون 1000 تا حساب کن. فقط جایی که داری پی آیک رو به سی حساب، پی این کام رو به یس و نو حساب میکنی، داری چکار میکنی؟ یکی اضافه در نظر میگیر. خب این یه مشکلاتی بود که وجود داشت توی بیزیان. روشی که وجود داره در واقع مزایاش چیه؟ یکی این که آسون پیاده سازی میشه، شما فقط باید یه حساب کتاب ساده بکنید، یعنی اگه اینا ما توی اسکیول داشته باشن فقط یه کانت ساده حساب بکنن، همه فرمول پیدا میشه و میتونم چیکارش بکنم، حسابش بکنم و احتمال تعلق رو در بیارم. فقط باید تعداد بشمارم بذارم تو فرمول، چیز پیچیده که توش نبود دیگه، بخواد هی نمیدونم معیار اینفورمیشن گین به دست بیاره خودش یه فرموله و بعد حالا من اینجا تقسیم کردم سطح بعد چیکار کنم و هرس کنم و این چی داره دیگه نداره. فقط یه سری تعداد حساب کن، نسبتش رو به دست بیار بذار تو فرمول، احتمالش در میاد. نسبت به نویز روش روبوسنسه، یعنی مقاومه. چرا مقاومه نویز؟ یعنی این که یه داده پیش بیاد یه ایکسی رو مشابهه کنم که با بقیه متفاوت هست، متفاوتش معناداره و تک و تنهاست. مثلا خب یه تفاوت معناداری با بقیه داره، خب این تفاوت معنادار باعث میشه که توی محاسبه کردن احتمال من احتمال کمی براش در نظر بگیرم. مثلا چیه؟ فرض بکنید یه ویژگی داشته باشم، دارن حساب میکنن که کلاسش بشه یس یا نو، بعد این هست یه این ویژگی 90%شون دارن میگن آقا اینکام های، یکی وسط کار ترد شده گفته چی؟ اینکام لو، یعنی چیزی که جدید اومده نویزه، گفته اینکام لو چیه؟ وقتی تو اینو در نظر میگیری اگر واقعا بیشتر داده هاست یا ویژگی خاصی داشته باشن، اون یکی دیگه نمیتونه نقشی تو احتمالات باز کنه، چون یک از هزاره، اما اونا تعدادشون خیلی زیاده. پس این نویزای کوچیک توی حساب کردن احتمال هم نمیتونن نقش بزرگی پیدا بکنن. واضحه؟ برای همین یه ذره روشش نسبت به نویز مقاومتر. یه مشکل دیگه ای که حالا این در واقع مشکل دیگه مزیتش نیست، میگه که اگر یه میکنید این دفعه میگه که خب یه مشکلاتی که وجود داره اینه که اگر یه داده ای میس بود، یعنی چی؟ خالی باشد چکارش بکنی؟ من تو حساب کردن احتمالم دارم حالتهای مختلف رو حساب میکنم، بعد میس شد مثلا، یعنی منظورش چیه؟ مثلا توی این کام همه دو های میلیون هستن، یه سریشون میسن یعنی خالی هم. اینا رو به کی تعلقش بدم؟ خب احتمالات اون کلاس رو عوضش میکنه. میگه فعلا ساده ترین روش بیام چیکار کنیم؟ کلا اون محاسبات دخیلشون نکنیم، یعنی اون ستایی که میس هستن رو حسابشون نکنیم، وگرنه خب این
نتایجی که ارائه میده این روش مناسب هستش. عیبش چیه؟ عیبش اینه که بعضی جاها دقتش خوب نیست و این رو شاید نشأت گرفته از این باشیم که اولش فرض کرد که ویژگی ها از همدیگه استقلال دارن. ممکنه توی مجموعه داده من چه وجود داشته باشه؟ ویژگی ها به هم وابستگی داشته باشن، یعنی رو هم تأثیر گذاشته باشن و این تأثیراتشون باعث شده که این کلاس این بای کامپیوتر ریس بشه. اما چون اینجا این فرض استقلال بودن رو در نظر گرفتیم، شاید توی بعض جا ای پیدا کنه، دقتمون رو کمش بکنیم چون واقعا بینشون وجود داره. فعلا ما توی نعیب ویزی که بررسی کردیم فرض استقلال رو گذاشتیم. اگه بخوایم درستش بکنیم که چجوری به هم وابسته هستن رو انشاءالله توی جلسه بعدی یا بعدیش در موردش صحبت میکنیم که توی بیزین بیلیف نتورک ما شبکی بین ویژگی ها در نظر میگیریم که چجوری رو هم تأثیر میذارن و بعد شروع بکنیم به احتمال تعلق به کلاس. فعلا این ساده ترین فرموله. من خواستم اینجا اضافهش بکنم و خب گفتم بذار این حالا توی قسمت پیشرفتش بمونه، هم فصل 9. فقط حواستون باشه این رو دوباره باید مرور بکنیم، یعنی بیزین رو یادمون باشه که بعد بیلیفش رو یاد بگیریم که این فرض استقلال رو کنار میذاریم. روش بعدی که با هم دیگه میخواییم مرورش بکنیم روش رول بیس. خیلی چیز پیچیده ای نیست. رول بیس هم دستبندی هست که مبتنی بر قانونه. قانوناش هم به صورت if then else. if then. درسته؟ ببینید چه شکلیه روش قانونیش. میگیم که این فصلی که میخواییم با هم دیگه مرورش میکنیم دو تا بخشه، یعنی میخواییم قانون بیسش رو یاد بگیریم یا رول بیس رو میخواییم یاد بگیریم چجور دستبندی میکنه. دیگه دو تا بخش اصلیه. یکی این که اول یاد بگیریم چجوری یه قانون بهمون دادن، یه سری قانون دادن، چجوری یاد بگیریم که دستبندی یا کلاسیفیکیشن انجام بدیم و بعد تو بخش دوم یاد بگیریم چجوری قانونا رو درستش میکنیم. فعلا چیه داریم یاد میگیریم؟ اگه یه قانونایی دادن چجوری دستبندی بکنیم. خیلی سخت نیست. مثلا قانونایی که بهم دادن اینجوری هست. پس دانش که به دست آوردم با استفاده از همچه قانونی بوده. قانون ها همیشه به صورت if then هستش، یعنی اگر این اتفاق افتاد آن وقت کلاسش این می شود. گفته چی؟ اگر ایجش yes بود، میگم جوان بود و استودنتش yes بود، آنگاه کامپیوتر خواهد خرید. قانون پیداش کرد. حالا بعد تو بخش دوم یاد میگیره چون این قانون ها رو در بیاره. خب حالا روش نشون دادنش به صورت پایین هم هست. ممکنه بگیم چی؟ ایجش یوت باشه، ستودنتش یست باشه، آنگاه بای کامپیوترش یست. دو تا معادله هم شکل نوشتنش فرق میکنه. پس یا ایفدنه یا به صورت معادله می نویسه میشه. بخش اول یعنی سمت چپ رو بهش میگیم پیش شرط یا مقدمات قوانی، پس مقدم های قانونه. بخش دوم رو میگیم چی؟ نتیجه یا تالی. پس این رو میذاریم انتسیدنت، اون دومی رو میذاریم کانسیکوینت، یعنی تالی نتیجه. نتیجه اون همیشه یک کلاس هستش. اصطلاحاتش رو یه بار مرور میکنیم. یکی میگیم این که میگه اگه یه تاپل دیدیم خب و توی در واقع قوانینمون شروع کردیم به مرور کردن، دیدیم همه این مقدم ها یعنی سمت چپش برقرار شده، ما میگیم که اون پیش شرط ها ارضا شده یا در واقع اون قانونمون ارضا شده، یعنی rule is satisfied. اگر یه تاپل جدیدی اومد و دیدیم که این تاپل جدید داره به این قانون میخوره، یعنی همه سمت چپ این قانون رو رعایت داره میکنه، میگیم یه رول در واقع ارضا شده. توی حالت دوم یعنی تعریف دوم اون یه در واقع اصطلاح داریم به نام پوشش. میگیم که قانونمون در واقع این
میگیم یه کسی اومده اینکامش چی بوده؟ ایجش یوت بوده، استودنتش یس بوده، کردیتش فیل بوده. خب این سه تا ویژگی این شخص داره به این قانونه میخوره، در نتیجه این رول ساتیسفای شده و این داره پوشش میده این تاپر بازه. خب میخوام چکار کنیم؟ قوانینی که درست کردیم رو خب پیدا کردیم، پس چجوری میتونیم تشخیص بدیم که کلاسش چیه؟ یک کس جدیدی اومد، نگاه کن ویژگی هاش به کدوم قانون میخوره، جواب قانون رو بذار به عنوان اون نتیجهش. درسته؟ پس یک کس جدیدی اومد، ویژگی هاش نگاه کن ببین کدوم قانون ها درست میشن، اون میشه جواب. حالا در مورد بقیه مسائلش صحبت میکنیم چه تو بابا تو پیش میاد. اما میخوایم ارزشیابی کنیم این قوانین رو، ارزیابیشون بکنیم، چند تا اصطلاح به کار میبریم. یکی من اومدن مثلا فرض بکن یک مدل ارائه دادن 10 تا قانون اینجوری نوشتنشون، این فلان فلان ده اینجوری، این فلان ده. یه مدل یکی دیگه ارائه داده گفته قوانینش این شکلیه، کدومشون خوبه؟ یکی تشخیص بدیم کدوم روش بهتره، کدوم مدل بهتره، کدوم قوانین بهترن. میگیم معیار باید داشته باشیم که کدوم قانون خوب هست. یکی این که انکاور یعنی که چه تعداد رکوردی رو اون قانون پوشش کنه، هرچی بیشتر باشه بهتره. یعنی مثلا قانونه چیه گفته if مثلا استودنتش yes شد میشه چی؟ by computer yes. خب میریم نگاه میکنیم میبینیم چند تاشون استودنتشون yes، مثلا 10 تا. خب این 10 تا از 14 تا رو پوششش میداد، خیلی یعنی یه رابطه بین کلاس و یه ویژگی پیدا کرد، دقیقا سریع گفت که اگر یس شد اونم یس. خب چه عیبی داره این انکاور؟ یعنی پوشش زیاد همیشه به معنی خوب بودنه؟ خب میدونم، اما ممکن من یه قانون بگم if مثلا همه چی، خب if شرطی نذارم توی مقدمه، بگم then by computer yes. الان این چقدر پوشش میده؟ همه. پس شرط پوشش دادن به درد من نمیخوره، شرط درست پوشش دادن هم مهمه. نه همینجوری بگی خب بدون هیچ ویژگی برو yes، همه رو پوشش دادی، اما الان نصفش اشتباه پوشش دادی. پس انکاور تنها به درد من نمیخوره، فقط پوشش دادم. باید چی حساب کنم؟ کارکت بودنشون دارم حساب بکنم، یعنی بیام ببینم اون چیزایی که پوشش داد این قانون چقدرشون درست دادم. باید این نسبتش هم بالا باشه، یعنی این نیست که باید کاور زیاد داشته باشه، باید درصد کارکت بودنش هم زیاد باشه، پس من بتونم بهش اعتماد بکنم. فرض میکنیم مجموعه داده‌ای که من دارم یاد میگیرم و ازش کار میکنم باش کار میکنم، یعنی اون 14 تایی که همیشه مثال زدیم دی باشه. حالا مثالمون رو سعی میکنیم عوضش بکنیم. کاوریجش میشه چی؟ میشه تعداد تاپل هایی که میتونه پوشش بده به کل مجموعه. کارکتش میشه چی؟ درست بودنش؟ پس اینه کارکت به اینه کابه. پس برای اینکه اکوریسی یا دقت رو صحت رو بسنجم باید ببینم از این کابریایی که کردی چقدرشون درسته. پس اینه کارکت به اینه کابه باید نسبتش بالاش که بگیم این مدل درستی هستش. این دوتا فرمول برای کابریج و اکوریسی یا دقت و صحت الگوریتم. خب پس ببینیم چجوری میشه حسابش کرد. مثال زده هر گوهش میشه مثلا از 10 میشه هر نقطه مثلا بگیرس بعد اون دقیقه اینا مثلا میبینیم 10 داشته و 3
کاورش زیاد میشه و همین درست نبوده ما. کاور فهمیدی؟ کاور فقط سمت مقدم رو پوشش میده، اما درست بودن سمت دوم رو یعنی کارکت داره پوشش میده. گفتم چی؟ یه قانون دادم، گفتم که if income high by computer yes. یه قانون دیگه دارم if income high و student yes by computer مثلا no. خب حالا اگه یه کسی اومد اینکامش های بود استودنتش yes بود، به دوتا قانون میخوره. حالا یه قانون گفته yes، یه قانون گفته no. مشکل دیگه باید حلش فعلا. فرض میکنیم یه شخصی مثل ایکس اومده با همچین ویژگی هایی، میخوایم ببینیم که این به کدوم دسته تعلق داره با استفاده از چی؟ قوانین. پس نگاهش میکنیم، خیلی ساده است، بریم قوانین رو بررسی کردن، نگاه میکنیم این ویژگی ها کدوم قانون رو ستیسفای میکنه، کدوم قانون هست که ویژگی‌ها توش وجود داره. اگه یه دونه قانون بود مثل R1، یه قانون پیدا کردیم فقط این ویژگی ها توش وجود داشته باشه، جوابی که قانون بهمون میده میشه جواب خودمون. یعنی رفتیم نگاه کردیم یه جایی گفته if age‌ش یوت باشه این کامش اینجوری، اون وقت yes، حتی اون دوتا بعدی هم نگفته. بعد رفتیم چک کردیم دیدیم هیچ قانون دیگه وجود نداره که سمت راست سمت چپ قانونش به این ویژگی ها بخوره، فقط همین یه قانون بود. خب قانونه گفته yes، پس من قبول میکنم چون تنها قانونه مثلاً هست میشه yes. اما حالت دومی که گفتن اینه که من ممکنه چی پیدا کنم؟ بیش از یه قانون تیگر بشه یا در واقع فعال بشه. یعنی چک کردم دیدم این شخصه به سه قانون میخوره، چیکار کنیم؟ یه تصادم پیش میاد، ممکنه جوابهای این قوانین با هم متفاوت باشه، دو تاشون گفتن yes، یکیشون گفته no، پس تصادم یا برخورد کانفلیکت داریم، چیکار کنیم؟ در واقع یه قانون ممکنه هر کدومشون یه دسته مشخص کنه، یه یکی بگه یه دو تا بگن نه، من چیکار کنم؟ باید حلش کنم، درسته؟ باید تصادم رو حلش کنم. فعلا مشکل رو فهمیدید یا نه؟ آقای خوش فهمیدید؟ کجایید؟ بالایی بشه بده. یعنی چی؟ یه قانون پیدا کردی گفته if
هم اومده گفته if income million student yes دو سه تا از اینا رو گذاشته، بعد گفته مثلا 9 بعد اختلاف پیش اومد، چون این بیشتر داره به قانون میخوره، به قانون 9 میگیم چی کلاسش میشه. بعد سایت دوردری تو فهمیدی؟ ببینید آره شرط بیشتر شرط بیشتری رو ارضا میکنه، اون قابل اولویت اولویت بندی میکنه، میگیم اون اولویتش بیشتر. حالا بازم مشکلات پیش میاد دیگه. یه روش دیگه چیه؟ رول اوردرینگ. این سایز منظورش سایز مقدمات، یعنی هرچ بیشتر باشه خب بهتر. رول اوردرینگ میگه دو روش انجامش میتونی بدی. باید دوباره بیای چیکار کنی؟ رول ها رو ترتیب براشون بذاری، یعنی کیا بالا قرار میگیرن کیا پایین. بگیم یه روشش بر اساس کلاس بیاین ترتیب بذاریم، یه روشش بر اساس خود رول ها بینشون ترتیب قرار بدیم. بر اساس کلاس چیه؟ بر اساس کلاس اینه که شما رفتی نگاه کردی، بعد مثلا فرض بکن یه کلاس رو پیدا کردی که HIV مثبت و منفی رو داره تشخیص میده، بعد یه کلاس رو پیدا کردی که خیلی شایع، یعنی احتمال اتفاق افتادنش زیاده. پس اگر رول هات با هم تصادم داشتن، برو اونهایی رو انتخاب بکن که دارن به این کلاس شایع نتیجه میدن. منظورش چیه؟ ببین میگه این دفعه کلاس بندی شون کن، یعنی بگو این رول هایی که میگن yes، اون رول هایی که میگن no، دو تا کلاس شد. حالا من کدوم کلاس رو اول بذارم، کدوم کلاس رو دوم؟ اونی که شایع‌تره، یعنی توی داده من بیشتر اتفاق داره میفته، من احتمال بیشتر رو به اون میدم، چون 90% نو دیگه. خب پس اونایی رولایی که میگن نو بذارشون بالا، رولایی که میگن یس بذارشون پایین تر، اولویتشون رو بیار پایین، چون بیشترش نو اتفاق. خب میگه توی این روش لازم نیست قوانین رو دیگه دوباره مرتبش کنی، بگی که اونی که نمیدونم پیش شرطاش بیشتره رو بذار بالا و نمیدونم این حرفا. چرا نمیخواد؟ یعنی نمیخواده اونه که بیشتر به خاطر اینکه من اومدم چجوری رولا رو تقسیم کردم؟ مثلا یس که شایع بود رو بردم بالا همشون، نوا که اون پایین بود اومدم پایین. دیگه لازم نیست وسط یس ها بیان چار کنن اولویت بندی کنن. چرا؟ چون همشون دارن میگن یس. حالا چه ترتیبشون رو عوض کنید، چه مثلا اول و آخرش فرق نمی کنه، با هر کدومشون فایر شد میشه چی؟ یس. پس اینجا دیگه لازم نیست اولویت بین رول هامون درست بکنم، چون همشون دارن میگن یس. پس توی کلاسش مشکل میشه. روش دوم اینه که بیان رول ها رو مثل روش اول بر اساس یه سری معیار چکار کنیم؟ مرتبشون کنیم، اولویت بندیشون بکنیم، که خب حالا میتونیم از این معیارها استفاده بکنیم که بگیم که اونی که دقتش بیشتره، یعنی بیشتر پوشش میده، نمیدونم تعداد مقدماش بیشتره، یا یه فردی سیستممون کار میکرده بهش بگیم اکسپرت خبره توی سیستم و اون قانونا رو دیده گفته نه این قانون واقعا به سیستم من میخوره، خودش اولویتش تعیین. پس یه همچین معیارهایی استفاده میکنیم که خب حالا اگر من اولویت قوانینم رو مشخص کردم، از بالا شروع میکنیم، هر کدومشون ارضا شد این میشه جواب اصل. پس یه روش هم مرتب سازیه، یه ذره با اون اولیه فرق میکنه. اولیه فقط معیارش این بود که پیش شرط همون زیاد باشه، این دیگه معیارهای دیگه ای هم در نظر میتونه باشه. خب یه مشکل دیگه اومدیم رو این شخص اومد توی سیستم و میخوایم کلاسش رو تشخیص بدیم، به هیچ کدوم از رول ها نخورد، به هیچ کدوم از رول هایی که سیستم داره نخورد، پس جوابش نمیدونی با یه جور حلال. پس میان یه قانون پیش فرضی میذاریم که میگیم
یکی از قوانینمون اگه بوده حتما اون رول فایر شده. یعنی شخص اگر مثلا چارت ویژگیش A و B و C باشه و تو بگی که با A و B شیست میشه، حتما رولی به نام A و B قبلا بوده فایر میشده. وقتی من میگم A و B و C و D، یعنی هیچ رولی به هیچ کدوم از این ویژگی ها نخورده. یعنی مثلا فرض کن گفتی این کامه لو، بعد هیچ کدوم از قوانین مثلا این کامه لو توشون نیست. نه، من با بالاخره سیستمی که درست میکنم نمیتونم بگم که جواب نمیدهد. بهش توی قانونم بالاخره جواب اینا رو درست کنم. گفتیم دیفالت رول، یعنی یه چیزی که وقتی جواب نداشت دیگه از این قانون تبعیت کن. میگیم چجوری درستش بکن، روشاش این شکلیه. اینجا نیاوردم. روشش اینجوریه که میگه که اول از همه میتونی این کار رو بکنی، برو تو مجموعه دادن سرچ بکن. همون اول که داری سیستم تو درست میمانی، قوانین رو داشتیم درست میکردیم که پس یه نعیم نیست، پیش مقدمه داره، سیستم داره درست میکنه. میگه برو بگرد تو مجموعه دادن ببین چند تا از این تاپل ها اشخاص هستن که توسط مثل همین شخص جدید، ببین یه شخص جدید اومد ما نتونستیم براش پیدا کنیم. برو ببین توی این مجموعه زادت چند تا تاپل وجود داره که توسط هیچ قانونی ساپورت نمیشه، هیچ قانونی براش وجود نداره. از اونا پس من میرم یاد میگرم. مثلا 10 تا از 1000 تا پیدا کردم که هیچ قانونی براشون وجود نداره. این 10 تا پیدا کردم، خب چکار کنم؟ برم از این 10 تا یاد بگیرم. مثلا این 10 تا رو نگاه میکنم، 9 تاشون چی هست؟ یسم. در نتیجه میگم اگر کسی جدید اومد به قانون ها نخورد، من به تبعیت از اینها میگم چی؟ یس. پس یه روشش این روش هم مختلف بکنیم. فعلا یه استراحت داشته باشی.